خط جدیدی که رژیم با اظهارات دیروز روحانی و بیانیه شورای عالی امنیت رژیم در پیش گرفته و عراقچی اون رو خروج تدریجی و گام به گام از برجام توصیف کرد، موجب وحشت شدید بسیاری از کارشناسان و مهره‌های خود رژیم شده و اونها پیاپی نسبت به عواقب خطرناک این سیاست به رژیم هشدار میدن. گزارش کوتاهی در این باره. علی بیگدلی که رسانه‌های باند روحانی او را با عنوان استاد دانشگاه معرفی می‌کنند، در گفتگویی با یکی از رسانه‌های حکومتی با اشاره به ائتلاف منطقه‌ای که آمریکا علیه رژیم شکل داده، با بیان اینکه نباید به گونه‌ای اقدام کرد که زمینه همسویی قاره سبز با آمریکا شکل بگیرد، افزود در صورت الحاق اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای مهم اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان به این جریه احتمال هر گونه اتفاق حتی تنش نظامی وجود دارد، چون همانطور که گفتم احتمالاً پرونده ما در شورای امنیت ذیل فصل هفتم قرار خواهد گرفت. بیگدلی با بیان اینکه نظام در یک شرایط عادی سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی امنیتی نظامی قرار ندارد گفت: متاسفانه هر روز که می‌گذرد ما کشور را بیشتر دچار محدودیت می‌کنیم و با در پیش گرفتن این سیاست‌های شعاری هر روز لایه‌های تحریمی بیشتری دور کشور خواهیم پیچید که در آینده برچیدن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. وی با اشاره به بحران‌ها و مشکلاتی که از هر سو رژیم را فرا گرفته تصریح کرد: برای برون رفت از این مشکلات کشور هیچ راهی جز مذاکره نداریم. سایت حکومتی فرارو با ابراز نگرانی از گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با اعلام توقف فروش اورانیوم و آب سنگین که موجب انباشت این مواد خواهد شد نوشت: با توقف اجرای بخشی از تعهدات نظام، همه نگاه‌ها به گزارش آینده آژانس درباره پایبندی نظام دوخته شده است. آیا گزارش جدید یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فراتر رفتن میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین از محدوده مجاز در برجام را اعلام خواهد کرد؟ محسن جلیلوند، یکی دیگر از کارشناسان سیاسی رژیم، با بیان این نکته که مسئله ایران آمریکاست نه اروپا گفت: نمیدانم چرا روحانی به اروپا، روسیه و چین نامه نوشته است. این کارشناس حکومتی با ابراز نگرانی از عواقب موضع اخیر رژیم گفت: خروج نظام از برجام تبعاتی دارد که مهمترین آن اجرایی شدن قطعنامه‌های شورای امنیت است، چرا که این قطعنامه‌ها در قالب برجام لغو نشده بودند بلکه به حالت تعلیق در آمدند. با خروج نظام از برجام این قطعنامه‌ها دوباره اجرایی می‌شوند و تحریم‌های بین‌الملل باز می‌گردد. این وضعیت می‌تواند وقوع جنگ را نزدیک‌تر کند. متحرنیا که از او به عنوان کارشناس مسائل سیاست خارجی اسم می‌برند، شخص خامنه‌ای را بدون نام بردن از او مورد طعنه قرار داد و گفت: دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که برجام را پاره خواهد کرد. در همان زمان مقامات گفتند که اگر آمریکا برجام را پاره کند ما آن را به آتش می‌کشیم. به باور من از همان زمان ایران وارد جنگ هیبت و حیثیت با ایالات متحده آمریکا شد. آنچه که امروز آقای روحانی و شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند در همین راستاست. متحرنیا افزود: نظام می تواند به این تحریک ها پاسخ دهد و جنگ هیبت و حیثیت را ادامه دهد، اما باید دید که در نهایت به کجا خواهیم رفت. سناریوی ایستاده با مشت یا ایستاده با پرچم سفید را پیگیری می کنیم. هر کدام از اینها دنبال شود هزینه های بسیار بالایی دارد. در مقابل ابراز وحشت کارشناسان و مهره های باند روحانی، مهره های باند خامنه ای و دلواپسان از این موضع جدید ابراز رضایت می کنند، اما آن را ناکافی می دانند. مهدی محمدی، مهره اطلاعاتی، با ظاهر رسانه این باند در یادداشت توییتری خود نوشت: امروز اتفاق مهمی رخ داد. اکنون آمریکا و اروپا می دانند هزینه مسیری که می روند می تواند در کوتاه مدت زوال کامل برجام باشد. گام های نخست می تواند قوی تر برداشته شود، اما همین هم بد نیست. اکنون حیاتی است که دوباره نغمه مذاکره با آمریکا ساز نشود و گام‌های بعدی محکم‌تر برداشته شود.